جا بر روح مد نظر بگید مطرح نیست، مکان بر روح مد چون مجرده. تعریف مجرد چیه؟ طول، عرض، ارتفاع نداره داده شما، اینا نیستش، اصلا تو این ابعاد سنجیده نمیشه. روح اما یه جایی هست، کجا هست؟ همون جایی که متوجه اونه. اگر شما میری رو جسم ما اطلاعات داره، چون داره جسم ما رو تدبیر میکنه، دقت میکنه، متوجه جسمه. به خاطر همین شبا که استندبای میشید از تمرکز روی جسم کاسته میشه، یه کارایی میکنه، میره خبر میگیره میاره. شما تا حالا خوابی دیدید که بعدن عیناً اتفاق بیفته؟ خب این باید بیان بررسی علمی کنیم، یه کجا فهمیده. حالا یه سری آدم هستن انقدر رو خوده، نه که ریاضت بکشی، ریاضت همین چیزی که دین گفته، نماز صبح بلند شدن ریاضت داده شد نیست؟ هست دیگه، خوابی رو پدرش در میاد بلند میشه. ماه رمضان روزه چیه؟ ریاضته، سختیه، همه تو این گرما آب میخورن تو نمیخورن. به روح میفهمانی، همش به این قفس فکر نکن، توجه نکن. مادر چون به فرزندش خیلی توجه میکنه، یعنی روحش توجه میکنه، خیلی به اون فکر میکنه، روحش متوجه میشه. شما میدین مثلا بچه یه شهر دیگه بلا سرش میدین، جایی بند دل مادر پاره میشه، یهوی بیقرار میشه. ندیدی تا الان؟ خیلی عجیبه این ماجرا. سارای 12 ساله در یک اقدام نادر خادر از ذهن مادرش رو بخونه. بگو اینجا هفت، آفرین. اینجا پنج، آفرین. اینجا چهار، عدد پنج، عدد هفت. سر بحث بخش پذیری ها بود، قرار بود سارا چند تا عدد رو حدس بزنه و پشت تابلو بنویسه. من میدیدم اون چیزی رو که مادرش داره روی دفتر مینویسه، سارا داره پشت تابلو مینویسه. خب این خیلی جالب بود. یهو رو کردم به مادرش، گفتم مادر سارا احساس نمی کنین سارا داره ذهن شما رو میخونه؟ حالا مادر یه چیزی رو پای تابلو مینویسه، شما به ما بگو. خب قلمی اول، سه، بعدش چهار، بعدش این سارا علاوه بر اینکه اعداد و حروف رو در ذهن مادرش میخونه، از حوادث و اتفاقاتی که برای اون رخ میده با خبر میشه. یه روز در کلاس بودم، پارسال در کلاس بودم، دیدم مامانم مشکی پوش و گفتم آخه که آقام رمز خدا رفته. معلولیت سارا هم نتوانسته مانع از ذهن خلاق او باشه. ارتباطش کامل هست، یعنی هر چیزی که تو ذهن من باشه، حتی مثلا من یه شماره موبایل رو ببینم یا ساعت، مثلا اون بدونه که نگاه کنه اعداد میگه یا ساعت رو جواب میده. مثلا که هر چیزی که توی ذهن شما باشه اون جواب میده. آره آره. ذهن دیگران نمیتونه، اگر مثلا دیگران یه عدد، بازم باید به من، مثلا اگه دیگران یه عدد رو به من نشون بدن، من تو ذهنم باشه ایشون میتونه جواب بده. این دختر 12 ساله فسایی اگر مادرش هم کنارش نباشه میتونه ذهن اون رو بخونه.